سلام، صبحتون بخیر. اینجا میدون لیمان، ساعت 6:39 دقیقه است. سفر به سمت آلانیا رسما از همین لحظه شروع شد. کم کم دیگه داره خورشید میزنه، هوا روشن میشه. ما هنوز در بولوار آتاتورک هستیم. از اینجا قراره که برم از داخل شهر برم وارد اتوبان شم. از همون لیوان میشد مستقیم وارد اتوبان بشی، منتها از داخل شهر چون صبح خلوته چند کیلومتر مسیرم نزدیکتر میشه. مستقیم به آلانیا نمیرم، اولی مقصدم که میخوام برم 80-85 کیلومتر فاصله داره شهر ماناوگات، که شهر خوشگلی به اسم سیده داره. قرار اونجا بمونم و بعد از اونجا به سمت آلانیا حرکت کنم. فعلا یه خود موزیک گوش میدین تا هوای یه خود روشن‌تر بشه. شدیدم جاده آنتالیا با آلانیا چراغ قرمز زیاد داره. ما که هنوز وارد جادهش نشدیم که ببینیم چراغ قرمز زیاد داره. بعد چراغ قرمز زیاد داره برای ماشینا زیاده، برای دوچرخه‌ای که یواش یواش میره چراغ قرمز هیچ مشکلی نداره. اینایی که مسافرت شروع میشه یه موزیکی میذارن که شکست عشقی خوردن، کشتیاشون غرق شده، میخوای بری شمال، میخوای بری جایی، 7-8 نفر دیگه هم تو ماشین باید گوش بدن به موزیک مصیبتشون. آقا شاد بذار، این موسیقیات چیه؟ بعد 7-8 نفر الان یه نفر جلو میشینه، 3 نفر عقب. زمون ما 3 نفر جلو میشستن، 4 نفر عقب. زیر 20 سالم که اصلا زشت بود بگیر رو صندلی میخوام بشینم، باید رو پا میشستم. بریم موسیقی شاد گوش بدیم، بریم حالش ببریم. هنوز خیلی داریم، حدود 6-7 کیلومتر رکاب زدیم، خیلی راه مونده. اینجوری مصیبت بخوایم گوش بدیم کم میاریم. بریم موسیقی شاد پلی کن دی جی. کیلومتر مونده تا شمسی پاچسی، اینجا یه بیلبورد بزرگ زده بود، رستوران‌های زنجیره‌ای کله پاچه. بریم ببینیم اگه پروتکل‌های کرونایی رو رعایت می‌کنه. یه کله پاچه بزنیم، انرژی بگیریم. 40 کیلومتر راه رکاب زدم برم. جایی که رسیدم بلک نزدیک 40 کیلومتر رکاب زدم، 40-45، حدود 30-35 کیلومتر مونده تا سیده. ببینم چقدر مونده. ماناوگات سیده، ما میخوام بریم ماناوگات، بعد از اونجا هم یه سر میریم سیده. 36 کیلومتر دیگه مونده برسم ماناوگات. تشکر چوک هست. تشکر ederim. سی و شش کیلومتر دیگه به هدف اول میرسم. خوب اومدم. اینم مغز و زبون و جاتون خالی.
اتوگاه آنتالیا به آلانیا هستیم. دقیقه ریسترشو بخوام بگم از سریک داریم میریم سمت ماناوگات. ماناوگات تو 60 کیلومتری آلانیا است. الان من 30 کیلومتر دارم تا ماناوگات. یه خیابون زیبا رو دارم میرم که دور تا دورش همه مزرعه است و انار و موز و چیزای دیگه که نمیشه. خیلی جاده سرسبز و باحالیه. ببینید اینجا زده چند کیلومتر داریم تا ماناوگات و آلانیا و مرسیم. اینجا کارخونه زیتون، روغنگیری زیتونه. چه بوی زیتونی میاد اینجا. حالا اینقدر بوی زیتون احساس نکردم تو خیابون. کارخونه مینو بود قدیما میرفتی بوی شکلات میومد، اینجا بوی زیتون میزنه شدید. 20 کیلومتری ماناوگات جاده زیتونی. به به حواس زیتون کرد. سلام ماناوگات. بعد از حدود 80 کیلومتر رکاب زدن رسیدیم به از آنتالیا رسیدیم به ماناوگات. جای دیدنیش یه آبشاری داره 8 کیلومتر. بعد اینجا بریم سربالایی بریم. من چون الان رکاب زدم خیلی پاهم خسته است، یه استراحتی بکنیم بریم سمت مرکز شهر ببینیم اگه یه جا میتونیم پیدا کنیم جا بگیرم، بعد برم سمت آبشار. و جای دیدنی که من به خاطر اون اومدم ماناوگات متوقف کردم بعدم برم آلانیا به خاطر سیده بود که یه جای تاریخی داره، اینکه ساحل خیلی زیبایی داره. بعد از ماناوگات حالا یا امروز آخر وقت یا فردا صبح میریم سمت سیده و بعد از اونجا میریم به سمت آلانیا که هدف اولمون بود. ماناوگات دومین منطقه بزرگ در شهر آنتالیا با مساحت 2283 کیلومتر مربع است. ماناوگات در سال 1220 میلادی تحت سلطه سلجوقیان بود و در سال 1472 تحت سلطه عثمانیان قرار گرفت و شهر کنونی از ادغام روستاها در دو طرف این رودخانه پرآب که از پرآبترین رودخانه های دنیا می باشد به وجود آمده است. در شمال ماناوگات رشته کوههای تروس و در جنوب آن خط ساحلی شنی منحصر به فرد دریای مدیترانه احاطه کرده است. ماناوگات تابستانی گرم و خشک و زمستانی معتدل و بارانی دارد. سلام ماناوگات. داریم میریم آبشار ماناوگات، دیدنیش شلاله میگن ترکا. داریم میریم شلاله ماناوگات ببینیم. خوبیش اینه که سربالایی نیست. گفتم الان برای دیدن آبشار باید خوب بریم سربالا. اوه چه رودخونه باحالی داره. عجب رودخونه پرآب و خوشگلی دارن. رودخونهش در حد دریاه. هرچی رودخونه های آنتالیا خوش شده، اینجا ماناوگات رودخونهش آب داره. زده بود ماناوگات شلالسی
100 متر 100 متر ما الان تقریبا 50 متر اومدیم، 50 متر دیگه هم بریم اینجا فکر کنم فضای سبز است. ورودی داره نفری 7 لیر. بیشتر از آبشار بازار داره اینجا. چه صدایی میاد. آبشار معلوم نیست ولی صداش داره. اولالا. خیلی باله. خیلی جای خوشگلی به قول ترکا. اینان الماس. این آبشار دقیقا کنار میدون مرکز شهر ماناوگات یا آبشار با این عظمت سلطان آبشار هست ماناوگات. خیلی آبشارهای خوشگلی داره، خیلی آب داره، خیلی سرسبزه برعکس آنتالیا که همه رودخونه‌هاش خشک شده. اینجا ماشاءالله داشت باشه خیلی آب داره. این بچه ها توی اون حوض وسط میدون دارن شنا میکنن. خیلی جای دیدنی داره. بخوای جای دیدنشو بگیری باید 3-4 روز اینجا بمونی و ما هم وقت نداریم. جای خوشگلش مرکز شهرش و آبشارش که خیلی معروفه براتون گرفتم و فردا میریم شهر سیده. خیلی شهر خوشگلیه، هم ساحلیه هم یک جای تاریخی داره در کنار ساحل، یک شهر قدیمی در کنار دریای مدیترانه. هفته دیگه سیده، یادتون نره.